هراکلیتوس رساتر از آناکسیمندروس ندا در انداخت: من هیچ چیز غیر از شوند نمیبینم. فریب نخورید، این از خطای دید شماست و نه از طبیعت اشیا. اگر تصور میکنید که جایی در اقیانوس هست شدن و نیست شدن زمینی میبینید، شما برای چیزها نامهایی به کار میبرید چنانکه گویی آنها با صلبی و پایداری ادامه مییابند، حال آنکه حتی رودخانه‌ای که در آن برای بار دوم پای میگذارید همانی نیستند که پیش از آن در آن پای نهادید. ترجمه زنده یاد مجید شریف در کتاب زایش تراژدی در عصر یونان و باستان. این که جمله‌ای که نیچه در وصف هراکلیتوس مطرح میکنه دقیقا نحوه مواجهه نیچه با هراکلیتوس رو نشون میده. یک نکته جالب فلسفی در این نقل قول نیچه هست که در فلسفه های قرن بیستم که به زبان تأملات جدیشون شده میتونه خیلی به کار بیاد. تو این جمله نیچه: نامی که به واژه ها میدهیم رو ارتباط با وجه ایستا و متسلب قلمداد میکنه. بحث زبانشناسی خیلی جالبیه که نیچه داره اینجوری در واقع در تفسیر خودش مطرح میکنه، میگه که خب از منظر هراکلیتوس همه چیزها در حال شدن و ایستایی هستن و ما دور میخوریم و فکر میکنیم که اینها امور شدن و پویایی نیستن و ایستا هستن و متسلب هستن و چون ایستا هستن میتوانیم به اونها یک نامی بدهیم. نکته خیلی کلیدی در اینجا اینه که نیچه زبان و نام رو با وجه ایستایی و متسلب اشیا در نظر میگیره. درخت یعنی اشیای فی نفسه در جهان همواره در حال سیرورت هستند. تفسیر نیچه اینه که وقتی که من به این درخت ویدی که در حیات خونه من وجود داره و هر سال در حال دگرگون شدن و هر روز در حال دگرگون شدنه، وقتی یک واژه بونین هم به نام وید و این دگرگونی رو تقلیل میدم به یک مفهوم ثابت که این مفهوم ثابت رو با یک نام ثابتی به نام وید مینامم، این در واقع نحوه نگاه نیچه از کارکرد زبان رو میرسونه. نیچه در این جمله به ما نشون میده که زبان و واژه با تقلیل پدیده‌های پویا به ایستا قوام پیدا میکنه. یعنی حواسمون باشه که زبان از اساس درگیر با وجه متسلب اشیاست. زبان از اساس نامگذاری، از اساس پدیده امور متکثر و پویا و در حال حرکت با ایستا میبیند تا زبان بتواند گردد. این مهم باشه برای تفسیرهای قرن بیستمی در راجع به زبان و اینکه نیچه در ناولهای متن‌هاش راجع به زبان چه نگاهی داشت. خب برگردیم بحث خودمون. نیچه از هراکلیتوس به عنوان یک متفکر شهودی در برابر متفکر منطقی یاد می‌کنه. خیلی جالب اینو قیاس کنی با تفسیر هگل. میگه هراکلیتوس خیلی منطقی نبود و در بند چیزهای عنصر عوامل مادی باقی بود. نیچه چون خودش یک آدم شهودی، شهود رو در اینجا هنری بفهمیم، شهود به معنای افلاطونی نیست، ما از شهود حرف میزنیم. شهود یک نوع نگاهی هست که انسان زایا، انسان هنرمند، زایا هنر به معنای عام لفظ، یعنی انسانی که توانایی زاییدن زبانی، موسیقیایی، فرم، نقاشی داره، از اون در واقع خود داره. نیچه معتقده که هراکلیتوس در دیدن جهان خارج خودش شهود کرده که به این برداشت ها رسیده. درست نقطه مقابل هگله که میگه که این در واقع مشکلش اینه که خیلی زیاد منطقی نبوده. نیچه میگه خوبی و سرآمدی هراکلیتوس به اینه که اصلا منطقی نبوده و شهود کرده. از دید او هراکلیتوس جدا از هر تجربه‌ای به تأمل در امور میپردازد. از دید نیچه این باور هراکلیتوس که هر چیزی برای همیشه ضد خیش را به همراه خود دارد، نشانی از این است که هراکلیتوس خود را در بندهای باورهای منطقی نمی‌داند. همین دلیلی بود است که ارسطو او را در دفاع از قانون تضاد و تخدی که در نفی آن کرده بود متهم سازد. ارسطو معتقده که امور متضاد نمیتونن با هم در واقع جمع بشن، هراکلیتوس معتقده که امور متضاد با هم میتونم جمع بشن. ارسطو این رو در واقع سرزنش میکنه، میگه که متفکری مثل هراکلیتوس اصل اساسی این که در واقع امور متضاد نمیتونن با هم جمع بشن رو انکار کرده و گفت امور متضاد با هم جمع بشن. برداشت نیچه اینه که هراکلیتوس به واسطه ویژگی شهودی خودش این رو در واقع بهش نیچه یه ترمی رو از شوپنهاور میگیره، تمایز میان فعلیت و واقعیت.
ویسلیش از فعل ورکن یعنی کار کردن میاد. ما میتونیم جهان خارج رو در واقع با دو نام دو جور تفسیر کنیم. وقتی ما جهان خارج رو ویسلیشکایت مینامیم و وقتی که جهان خارج رو رئالیته مینامیم. وقتی ویسلیشکایت مینامیم جهان خارج رو فعل میدونیم، کنش میدونیم، جهان خارج اکتیویته داره. وقتی رئالیته میدونیم همچین نگاهی رو نداریم. این تمایزی که شوپنهاور مطرح میکنه، نیچه این تمایز رو ازش عکس میکنه، برای تفسیر هراکلیتوس ازش استفاده میکنه.